الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز خواهر و برادر السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات باز هم خوشبختانه در خدمت شما و در سلسله درس های آنچه که هر مسلمان باید بداند قرار داریم یکی دیگر از جمله قضایای مهمی که هر مسلمان باید بداند این هست شاید گاه وقتی وضع کارها و خیلی انسان باشد الاکن انسان نمیداند و شاید بعضی چیزهایی نزد شما خیلی خوشآین باشد در صورت که به خیرتان نیست و شرتان هست والله یعلم و انتم لا تعلمون الله میداند و شما نمیدانید به طور مثال اگر در زندگیتان با اهدافتان که صد فیصد انتخاب کرده بودید و بر اساسش شرکت کردید نرسیدید ناامید نباشید ناراض نباشید خسته نباشید اگر شما از تمام ابزار وسایل حرکت همه چیز را استفاده کردید ولکن نرسیدید به طور مثال یک جوان میخواهد با یک دختر مورد نظرش ازدواج بکند از همه ابزار و وسائل از همه تلاش ها استفاده میکند ولکن با این ازدواج موفق نمی شود ناامید نباشید ناراض نباشید شاید این به خیرتان شاید این همسر در آینده با شما سازگاری نداشته باشد شاید شما در آینده با این با مشکل دوچار می شوید یا برعکس این قضیه یک دختر می خواهد با یک پسر مورد نظرش استواج کند تلاش می کند زحمت می کشد که با او برسد اما ولیکن با او نمی رسد ناراض نباشید ناامید نباشید شاید این به خیرتان نبوده شاید این به ضررتان بوده شاید شما در زندگیتان با مشکل روبرو می شوید. روزی روزگار زندگیتان از هم می پاشید با طلاق روبرو می شود مشکل این به خیرتان نبوده الله نخواسته که به یا دعایی می کنید دعایتان رد می شود قبول نمی شود هر قدر دعا می کنید تزرر می کنید پیش الله تبارک و تعالی که خدایا فلان کار این گونه باید انجام بدی یا فلان کار این گونه صورت بگیرد ولکن الله تبارک و تعالی این دعا را قبول نمی کند ناامید نباشید خسته شاید بر خیرتان نبوده ضررتان بوده چرا قران میفرماید عصا ان تکرهو شیئا وهو خير لكم وعسى ان تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون چی پس بسیار چیزهایی هستند که برای شما خوشایند است خوش دارید آرزو دارید که همین کار به این گونه تحقق پیدا کند در حالی که اون برایتان خوب نیست اون به شر شماست، اون به ضرر شماست برعکس است، آن چیزی که خودت میبینی، عین حقیقت اون نیست و بسا بسیار چیزهای هستند، بسیار کارهایی هست که شما او را برای خود بد میپندارید زشت میپندارید، ناخوشایند هستید در حالی که آن برای شما خوب است الله مثال داده در قرآن چقدر زیبا میگه كرهتموهن كرهت ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اون تزيا ازدواج است ميگه اگر مرد با زن ازدواج كرد الهي في سلامين بود اين مرد و زن بايد ديگر ازدواج ولكن به ته دل تا صد 100% اون توقعاتي كه شما داشتيد نبود اون چيزي كه شما نبود الله ميگه صبر كنيد شاید همين بخيري خیلی خیلی کسیری الله در قرار داده خیلی اجر و مزد بالای الله در قضیه قرار داده یا برعکس دختری با یک پسر ازدواج کرد در حالی که دختر شاید نمیخواست در حقیقت قلبا ناراض بود شاید همین شوهر به خیرش است همین مرد مرد زندگیش است شاید خوبی ها به برکات به خیری که در وجود این مرد است که از نظر این دختر کاملا شاید درست نباشه ولی در وجود اون مرد که مورد نیاز تایید شما بود نیست الله میداند شما نمیدانید و بسیار شده بعد از چندین سال باز خودت متوجه میشوید بعد از چند سال از گذشت ازدواج از گذشت معاملات از گذشت دعاهایتان متوجه میشوید که در این دعا چی ضرری وجود داشت من نمیدانستم در این ازدواج چی پیامدهای منفی بود من نمیدانستم در این معاملات چقدر مشکلاتی وجود داشت خوب شد که اینها صورت نگرفت یا برعکس باز آن وقت اگر در اول ناراض بودید در اخیر میگید الحمدلله خدایا من نمیدانستم حالا خوب شد که همین قضیه با همین ترتیب صورت گرفت الله میداند شما نمیدانید حسا ان تکرهو شیئا و حسا بسیار چیز که برایتان بد است در حالی که با خیر و خیر برایتان خوب است یعنی از نظر شما بد معلوم میشود از دیدی شما ناخوشایند است در حالی که او به خیرتان است و عصا ان تحب و شیم و بسا بسیار چیزهایست که شما خیلی دوست میدارید. علاقمند علاقه شدید و هو شر لکم در حال که به زررتان است شر است برایتان و الله یعلم و الله می‌داند و انتون لا تعلمون شما نمیدانید. به و همون لازم است که پیانبر محبوبی من صلی الله علیه وسلم برای من توصیه کرد هر چیزی را از خداوند میخواهید به خیرش بخواهید بگید یا الله اگر این ازدواج به خیر من است به خوبی من است اگر این معامله به خیر من است به خوبی من است اگر این قدرت و چوکی به خیر من است به خوبی من است یا الله اگر اولاد به خیر من است به خوبی من است یا الله اگر این دعا برای من نفع دار به خوبی من است پروردگارا همان چیزی را میخواهم که به نفع و به خیر و به خوبی من اتمام بشود این بود یکی دیگر از قسمت درس هایی که خدمت شما عزیزان تقدیم شد تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار می گیریم همه شما را و الله پاک و بینیاز می سپارم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته